سلام خدمتی شما شاگردای عزیز و نازنین امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند شاگردای عزیز و نازنین فصل اول با آخر رسید از کیمیا سنف هفت امروز میخواهیم سوالات آخر فصل را با یک دیگر یک جای کار کنیم قبل از اون نمبر ارتباطی ما و شما را یادتان نرود دو 780 255 40 13 است که از طریق میتانید با ما ارتباط برقرار کنید کدام سوالی دارید پیشنهاد و یا کار خانگی خودم میتونید از طریق نمبر برای ما روان کنید خب شاگردای عزیز قبل از اینکه به حل سوالهای آخر فصل بپردازیم و با هم یک جای کار کنیم قبل از اون میخواهیم که یک خلاصه از فصل اول را با هم کار کنیم ما در این فصل چی یاد گرفتیم شاگردای عزیز؟ در این فصل به طور خلاصه یاد گرفتیم که تعریف مادر را یاد گرفتیم شاگردای عزیز در دهی درس فهمیدین که هر شایی که دارای کتله باشه و همچنان قسمتی از فضا را اشغال کرده باشه ما به حیث ماده یاد میکنیم و همچنان یاد گرفتین که ماده از ذرات کوچکتر تشکیل شده به نام اتم ها و مولیکول ها و یاد گرفتین اجسام شناور چی و اجسام غیر شناور چی است با مفهوم کسافت آشنایت پیدا کردین که کسافت میشد کتله فی واحد حجم یک جسم و نظر به کسافت اجسامی که در اطراف ما موجود بود به دو دسته منقسم می شد اجسام شناور و غیر شناور اجسام شناور به اجسامی گفته می شود شاگرده نازنین که بر روی آب شناور بود درست است که کسافت آن نسبت به آب بیشتر بود کمتر بود شاگرده عزیز و اجسام غیر شناور هم همونطور که از نامش پیدا بود به اجسام گفتن میشد که در آب قرق میشد که کسافت آن نسبت به آب بیشتر بود اینها رو شما در فصل اول یاد گرفتین و همچنان خواص فیزیکی مادر شاگردان نازنین یاد گرفتید ما گفتیم که اجسامی که در اطراف ما موجود است دو قسم خواص داره یک خواص فیزیکی و دو خواص کیمیاوی که خواص فیزیکی رو گفتیم اما حالت ظاهری مادر برای ما نشان میداد مانند بوی، رنگ، زایقه، جلا از جمله خواص فیزیکی بود که یک ماده میتونست داشته باشد. دیگه دیگه فصل چی یاد گرفتیم؟ دیگه فصل یاد گرفتیم که ماده به سه قسم یافت می‌شود و شاگردای نازنین جامد، مایع و گاز. نظر به فاصله‌ای که مابین مولکول‌ها بود به سه قسم تقسیم میشدن. و همچنان کتله جسم شما یاد گرفتین به مجموع ذراتی که یک جسم را تشکیل میداد به این می کتله یک جسم. و همچنان یاد گرفتین که کوچکترین ذره یک مرکب مالیکول می تانه باشه شاگردای عزیز که از لحاظ چارج بقیه هم خونسا می بود. این خلاصه بود از فصل اول که ما و شما یاد گرفتیم. آلی می که سوال های آخر فصل با هم یک جای کار کنیم شاگردای عزیز. بخش اول سوالات این قسمی است برای می خوانم جمله های زیر را دقیق بخوانید مقابل جمله صحیح حرفی صاد و در برابر جمله غلط حرفی قین را بگذارید صحیح جمله های غلط را بنویسید سوال اول قسمی است ماده ذرات کوچک تشکیل شده است این میتونه صحیح باشه یا غلط شو که زنین گفتم ماده ذرات کوچک تشکیل شده ما در درس یاد گرفتیم دفعه اول که ماده از ذراتی از دو ذره اساسی و کوچک ساخته شده بود اتم ها و مالکول ها پس این میتونه باشه حرفی سات را داخل قوس نوشته میکنیم سوال دوم گفتم ماده کتله دارد شاگردای عزیز نازنین ما ماده را با انجام یک آزمایش اگر یادتان باشه آزمایش پوغانه ها را انجام دادیم و فهمیدیم که بله ماده ماده که در اطراف ما موجود است دارای دو ویژگی هست هم می میتونه داشته باشه و همین که دارای حجم هسته و یک حصه از فضا را اشغال کرده میتونه پس بنابراین جمله صحیح هست ماده دارای کیتله است سوال بعدی گفته آب شکلی معین داره شاگردای عزیز آب یک نوع مایع هست شما میدانید که مایع اگر در داخل هر ظرف قرار بدین شکل اما ظرف را به خود میگیره اگر داخل یک تشت باشه شکل تشت داخل یک بوتل باشه شکل یک بوتل را برای خود میگیره پس آب به هر شکلی میتونه در بیایه و شکل معین و خاصی را نداره پس این جمله میتونه چی باشه غلط باشه سوال چهارم گازات حجم ثابت دارن شاگردای عزیز خب این با انجام یک آزمایش اگر یادتون باشه در فصل اول نشان دادیم یک بطری خالی را نشان دادیم که با دست فشار دادیم و تغییر حجم مشاهده نکردیم چرا چون گازها فاصله بین مولکول ها بسیار زیاد هست و مولکول های گاز در عالی حرکت هست شاگردای عزیز به همین خاطر گازها دارای حجم ثابت و معینی نمیتونه باشه پس این جواب غلط هست جواب کلمه صحیح یا جمله صحیحش میتونیم ببینیم که گازها حجم ثابت نداره خب بخش بعدی سوال جواب درست سوال های زیر رو مشخص نمایید سوال پنجم گفته اشیایی که دارایی کتله و حجم باشه به چی یاد میکنه شاگردای عزیز این دو ویژگی بود که مخصوصی تعریف چی بود ماده بود الف کتلا میتونه جواب صحیح باشه ب ماده و جیم انرژی میتونه باشه خب این تعریف چی بود تعریفی ماده بود که دارای کتله و حجم بود پس جواب صحیح میشه گزینه ب سوال ششم و تغییراتی که در آن شکل ظاهری ماده تغییر میکنه چی گفته میشود؟ شاگردهای عزیز شکل دقت کنید شکل ظاهری ماده گزینه ها را سویل کنیم تعامل کیمیاوی تغییراتی فیزیکی و هیچ کدام خب چون با ما گفته که شکل ظاهری ماده پس میشه تغییراتی فیزیکی اگر مربوط به تعاملات کیمیاوی میبود میشه تعاملی کیمیاوی پس جواب سه گزینه به میشه سوال هفتم گفته شده اجسامی در آب شنا می کند که کسافت آن نظر به آب است؟ زیاد باشه؟ کم باشه؟ هر دو سکی است. خب اینجا گفته اجسام عرصام در اجسامی که در آب شناور می شود شاگردای عزیز باید کسافت آن چی باشه؟ کسافت آن کمتر باشه که برای آب شناور شود. اگر بیشتر باشه در آب خرق می شود. پس جواب سعی می شود گذینه ای؟ بخش بعدی سوال جاهای خالی سوالهای زیر را با کلمات مناسب پر نمایید سوال هشتم گفته شده درجه قلیان آب در فشار یک اتمسفر جای خالی از شاگرده عزیز خب ایرم در فصل اگر فصل اول در متن درس اگر یادتان باشه با هم را یاد گرفتیم که درجه قلیان که از جمله خصوصیات فیزیکی یک ماده می باشه گفتیم به با عنوان مثال آب درجه قلیانش می چی باشه؟ در فشار یک صد درجه سانتیگراد باشه که در این درجه می تانه به بیاید پس جای, خالی، جای خالی خانه خالی را چی پر می 100 صد درجه سانتیگراد سوال نهم گفته شده قوه جذب بین ذرات مایع نسبت به گاز و جای خالی است خب مایه را با گاز مقایسه کنید شاگردای عزیز قوه جذب چه قسمی است ذرات مایع نسبت به گاز فاصله ما ها کمتر است شاگردای عزیز چون فاصله بین مولکول ها کمتر است بنابر قوه جذب هم به همون نسبت بیشتر هست پس جای خالی را نوشته میکنید بیشتر سوال ده هم حرارت همیشه از جسمی جای خالی به جسمی جای خالی انتقال پیدا می کند. خب در بحث حرارت مبارزان گفتیم که حرارت همیشه از جسمی که گرمتر باشه به جسمی که سردتر باشه انتقال پیدا می چرا؟ چون جسمی که گرمتر باشه حرارت باعث می شد که جنبش مولکول ها تحرک مولکول ها بیشتر شود و باعث می شود که به هوا وارد شود و آزاد شود. و حرکت آن بیشتر است. پس حرارت باعث میشه همیشه از جسم گرم جای خالی اول و جسم سرد جای خالی دوم انتقال پیدا کنم. سوال بعدی گفته شده فلزاتی که حرارت را انتقال میدهد نام جای خالی یاد میشود. شاید عزیز اجسامی که در اطراف ما موجود بود اگر یادتان باشد به با اساس حرارت ای که حرارت هم میتون از خود انتقال به یا کنه و دو دست منقسم میشد اجسامی که حرارت از خود انتقال میداد به نامی هادی حرارت بود و اجسامی که انتقال نمیداد آیق حرارت بود و در اینجا چون گفته حرارت رو انتقال میدهد پس در جای خالی نوشته میکنین هادی حرارت سوال بعدی گفته واحد کسافت جای خالی هست. خب برای که واحد کسافت بلد باشین باید فرمول رو در ذهنتان یاد داشته باشین و به خاطر بسپارین. اگر یادتان باشه شاگردای نازنین فرمول کسافت چی بود؟ بگوید من روی تختصی سیاه نوشته کنم برایتون. واحد کسافت بود دی واحد کسافت دی مساوی سبا ام بر وی صحیح است خب هر کدام یک واحد داشت دیگه صحیح است ام که کتله یک جسم را برای ما نشان میداد بر حسب گرام بود وی حجم یک جسم را برای ما نشان میداد صحیح است خب واحدش چی بود واحد سانتی متر مکعب یا میلی لیتر بنابراین از روی ایدو واید میتونستم واید کسافت که دی هست را میتونیم مشخص کنیم واید کسافت میشه گرام بر سانتی متر مکعب یا گرام بر میلی لیتر. پس واید را نوشته میکنیم گرام بر سانتی متر مکعب یا کی گرام بر میلی لیتر. این میشه واحدی کسافت که در اینجا مشخص کردیم واحد کسافت چی است؟ خب بخش بعدی سوال سوال های زیر را به طور کامل جواب دهید عملیه تبخیر را تشریح کنید خب شاگردای عزیز تبخیر اگر یادتان باشد در متن درس با هم یاد گرفتیم گفتیم و جدا شدن مالکول های مایع از سطح یک مایع که در هر دمایی رخ میدهد را ما تبخیر می گفتیم این میشه تعریفی تبخیر سوال بعدی گفته شده اگر کتله یک تو تسنگ پنج گرم باشد و حجم آن دو میلی لیتر باشد کسافت آن را حساب کنید خب کسافت را باز باید برای اینکه بتونید حساب کنید فرمول اون را بلد باشید می رویم برای تختصی ها با هم یک جای چیزی را که مسئله از ما خواسته را به دست میاریم معلومات سوال چی است از عزیز اول باید فرمول بلد باشین که فرمول کسافت دی مساوی ام بر وی می باشه دی را از ما خواسته ام و وی را برای ما داده ام یا کتله جسم را برای ما داده چند پنج گرم. حجم برای ما چند داده؟ دو میلی خب معلومات را جایگذاری میکنیم و کسافت براتی به دست می آید. دی مساویسته با ام میشه پنج گرام حجم وی میشه دو میلی لیتر پنج تقسیم بردو میشه دو اشاری پنج واحدش چی میشه گرام بر میلی لیتر به همین ترتیب تانستیم کسافت را برایتی به دست بیاریم شاگردهای عزیز و نازنین سوال بعدی گفته شده است که چرا گازات حجم ثابت دارد خب ایرم در متن درس اگر یادتان باشه تون توضیح دادیم و یاد گرفتیم با هم نگه. گفتیم که گازها چون به خاطر که مولکول های گازی فاصله ایشون بسیار زیاد هستن و آزادی و تحرک بسیار زیادی دارد دارای حجم ثابت نمی باشه که با انجام یک آزمایش بوتل هم براتون نشان دادیم سوال 16 خواص فیزیکی چی فرق با خواص کیمیایی داره شاگردای عزیز خواص فیزیکی را ما شما یاد گرفتیم که خواص فیزیکی مربوط به حالت ظاهری یک ماده می شود. درست است که شامل رنگ جلا زایق اینها می شد خواص فیزیکی مربوط به حالت ظاهری ماده می شود، اما خواص کیمیاوی نه خواص کیمیاوی مربوط به تعاملات کیمیاوی هست که باز خواص کیمیاوی و تغییرات کیمیاوی را باز در فصل های آینده با هم دیگه یک جای کار میکنیم این میشه فرق بین خواص فیزیکی و خواص کیمیاوی که خواص فیزیکی شاگرد های عزیز مربوط به تغییرات فیزیکی بود که شامل تغییر شکل ظاهری و تغییر حالت فیزیکی ماده هم میشد سوال ها را با هم دیگه حل کردیم و تمام شد شاگردای های عزیز امیدوارم که سوال ها را درست حل کرده باشین شما را به خداوند بزرگ می سپارم خدا یار و نگهدارتان باشد